چون بیشتر بچه ها جوانن و جوانن، یعنی پخته شده نیستن، واقعا پخته شده نیستن. بعد زمانی هم که اینجور شد من گفتم که الان این مادر اینم الان کمتر از من نمیکشه واقعا، چون من دارم میسوزم الان، ولی او هر لحظه داره هی میسوزه که کی خبر رو بهش بدن. تمام مراحل اعدام حسین رو من توی خواب میبینم که چجوری میان صداش میکنن، چجوری میبرن، تو کدوم اتاق میبرن، یک فرجه کوچیکی به من و او میدن، میگن با هم دیگه وداع کنین، بعد میبرن. یعنی تمام این مراحل رو لحظه به لحظه من میبینم و 7 سال این حالت. بعد 2 سال و نیم شاکیش که میخوام بهش رضایت بدم، اول بیاد پای چوبه تا طعم تلخ اعدامو بیاد زیر زبونش، بدونه چه استرسی داره موقعی که میخوان یکی رو بکشن که دیگه این کارا نکنه. خودت داری میکشی، یادت نره خودت داری میکشی. اونو خودش نمیخواد بکشه، اون تصادف بودش کشته شده. گفت مخصوصا این کارو میکنن که تو بری طناب بندازی چه دیگه نندازی، وحشت کنی نندازی. گفت بعد تمام رو در میارم میبخشمش. بعد اون بند خودم رفت اونجا یه تناب انداخت دور گردنش، نبخشیدتش. این یه انگیزه بشه برای نوجوانان عزیز ما، برای پدرها و مادرهایی که در جایگاه ما قرار میگیرن. پدران عزیز، درسته جوان من از دست رفته، کشته شده به هر نوعی، حالا به هر حال یا حتی عمد، ما نمیگیم این غیر از عمد که غیر از عمد بوده، نادانی 2 نوجوان 4 تا نوجوان بودن یه همچین مشکلاتی پیش اومده، ولی حتی اگر در عمدم باشه لذتی که در حفظ در انتقال نیست. و پیغام من، پیغام این جوان من، من خیلی دلم میخواد امشب برم راحت بخوابم، خیلی. یه پنجره عفو شما محرز بدونه گوشه آسمون بار رنگین کم، من مثل تاریکی تو مثل مهتا. منتها فلان 7 سال به همین شکل، یعنی شاید صحبت های من هیچ اثری نداشته. داغ ترانه کرونه نا شوق رسیدن تو حجم سرد این قفص، منتظر پر زدنم من از سوار قربتم، از آرزوهای محمال قصه ما سرمایم شده بای علامت سلام، حالت چطوره؟ خوبی مادر جون؟ پسر گلم، من حسین تورنج 1825 روز از 8396 روز زندگیمو تو زندان بودم. باور کنید که 1825 مرتبه قصاص شدم. از خانواده مرتضی مهربان خواهش میکنم که منو ببخشن. از تمامی قضات، از مسئولین، از جامعه و از خانوادم خواهش میکنم که منو ببخشن و عفوم کنن. من میخوام زنده بمونم، منو به خاطر اتفاق قصاص نکنید. خواهش میکنم به من کمک کنید. خواهش میکنم به من کمک کنید. خواهش میکنم به من کمک کنید.